امروز در این همایش که در سه جستار برگزار میشه میخواییم این اندیشه را باشکافی کنیم و نقش آن را در برابر مفاهیمی چون اسلامگرایی، قومگرایی و گلوبالیسم بررسی کنیم. پیش از اینکه پنل‌ها را آغاز کنیم از دکتر شاهین نژاد استادم تقاضا میکنم تشریف بیارن و در مورد ایرانگرایی و در مورد اینکه این همایش چرا برگزار میشه توضیحاتی رو. ایرانگرایی در دو سه سال گذشته بیش از پیش در شبکه‌های اجتماعی، در فضای سیاسی، حتی در زندگی اجتماعی ایرانیان نامش برده میشه، هم در مباحث سیاسی و هم در گرایش‌های اجتماعی و هم حتی در انجمن‌های فرهنگی. بدون اینکه جایی نوشته شده باشه، امضا شده باشه، تعریف خیلی مشخصی ازش داده شده باشه، به نظر میاد که خرد جمعی ایرانیان یک برداشت کم و بیش نزدیک به هم از واژه ایرانگرایی یافته پیدا کرده و اون رو به عنوان رمزی که میتواند راهگشای قفل وضعیت کنونی ایران باشه میشناسه، رمزی که نه تنها برای پس گرفتن کشور میتونه کارآمد باشه و شاید تنها راه باشه، بلکه برای نگهداشت کشور و پس از اون ساختن کشور و جلو بردن ایران و جبران عقب ماندگی ها و پس ماندگی هایی که دست کم توی این 44 سال دچارش بودیم و خیلی از معضلات فرهنگی که توی چندین سده گرفتارش بودیم نقش اساسی داشته باشه. برای این خیلی بیش از یک ابزار برای براندازی است، افسون بر اون ابزاری برای نگهداشت کشور و ساخت کشور. طبیعتاً واژه‌ای که تعریف خیلی دقیق و باریکی ازش داده نشده با برخی از واژه‌هایی که به نوعی بهش نزدیکن با هم آورده میشه، چه در گفتگوها چه در نوشته‌ها. یکیش واژه میهن‌پرستی است. ایرانگرایی حتماً میهن‌پرستی هست. پرستاری از میهن، نگهبانی میهن، خدمت به میهن، ولی فقط میهن پرستی نیست. میهن پرستی یک فضیلت اخلاقی است، مثل مهمان نوازی، مثل دلاوری، مثل راستگویی. با ملی‌گرایی، ایرانگرایی بارها آورده شده. ملی‌گرایی به عنوان مکتبی که در سده 19 در اروپا تعریف شده، جا افتاده، شکل پیدا کرده، اینکه ما مرزهایی داریم باید از این مرزها پاسداری بشه، فرهنگ و هویتی داریم که باید بهش بپردازیم، منافع ملی داریم که باید نگرانش باشیم و بکوشیم که حرکت ها و برمان این ملت با همچین آگاهی و اشرافی بر مسئله منافع ملی باشه و هر آنچه که سهم ما یک ملت از جهانه پاس داشته بشه و توسعه پیدا بکنه و رشد پیدا کنه. ایرانگرایی مبانی از ملیگرایی رو حتما به خودش داره، چون ایران به عنوان نیشن استیت حتما بیش از هر چیزی در دستور کار یک ایرانگراست برای نگهداشت ایران و برای اینکه منافع ایران رو تضمین کنه، سلام کشور رو بخواد و مصلحت هم‌میهنانش رو لحاظ بکنه تو تصمیم‌گیری‌هایی که داره. ولی افسون بر اون ایرانگرایی که برخی باز به باستانگرایی هم به نوعی تعبیرش میکنن، باستانگرایی که هم به عنوان بار منفی هم بار مثبت در فرهنگ سیاسی ایران توی دو دهه گذشته دست کم ازش یاد شده، من ازش هیچ وقت چیز منفی استنباط نکردم. اگر ملتی در برهه‌ای از تاریخش، از زندگی ملیش به چه کنم این بیفته که خودش رو اسیر حکومتی بدونه که از فرومایه ترین و پسترین و فاسدترین قشر اجتماعی خودش تشکیل شده، ملتی رو به اسارت گرفته، گروگان گرفته و همه چی رو داره فدای ماندگاری خودش میکنه،
و دست کم تا کنون سه نسل ایرانیان رو به باد فنا داده، اگر گاهی، فقط گاهی یادی بکنه از گذشته دوری که براش سرافرازی رو به همراه داره، غرور ملی رو درش احیا میکنه، برای ملت سرشکسته در هزاره سوم میتواند یه نسیمی از اعتماد به نفس رو ایجاد بکنه، من در اون باستانگرایی هیچ چیز منفی نمیبینم که هیچ فکر میکنم برای یه ملتی مثل ما فکر میتواند کارآمد باشه و به درد میخوره. ایران گرای برکشیدن جهانبینی ایرانیان هم در زندگی هست. اینکه ایرانیان به زندگی چجوری نگاه کردن، خودشون رو در ارتباط با دیگر انسانها با زیست بوم چگونه یافتن، اینکه خویشگاری یا مسئولیت خودشون رو در زندگی 70-80-90 سالشون چگونه تعریف کردن، این جهانبینی در کنارش برخی از آن چیزی که ما میتونیم ازش یاد کنیم به عنوان نظام اخلاقی، نظام اخلاقی ایرانیان، اون چیزی که باعث شده ایرانیان برای دوره‌هایی بتونن عصرهای درخشان تاریخ خودشون رو رقم بزنن، ما همیشه یاد میکنیم از هخامنشیان، از ساسانیان، همه اینها افسون برای آن ردپایی که شما در جای جای چهره‌های تاریخی ایران و حتی چهره‌های اسطوره‌ای ایران می‌بینید، می‌تونه در کنار همدیگه یک مجموعه رو شکل بده که بشه به این پکیج، به این بسته به نام ایرانگرایی نگاه کرد. ایرانگرایی رو می‌شود در برکشیدن آزاداندیشی و رواداری کوروش دید. ایرانگرایی رو می‌شود در خردگرایی و خردورزی زرتشت دید. ایرانگرایی رو حتما می‌شود در اقتدار و کارآمدی اردشیر بابکان دید. ایرانگرایی رو می‌شود در دلاوری و درایت شاپور دید. و ایرانگرایی می‌شود در سازندگی و آبادگری انوشیروان دید. ایرانگرایی می‌شود در جان فدایی آرش کمانگیر، چهره نیمه اسطوره نیمه تاریخی ایران دید. ایرانگرایی رو میشود در امروز روزمون، در عصر تقریبا همزمان ما، در کمبودی و پرعملی رضا شاه دید. ایرانگرایی رو میشود در صدها جاوید نامی که در سال 96، در سال 98 و در سال گذشته در ایران جان دادن برای پس گرفتن کشور، از سنگ گوری که بر مزار اونها گذاشتن، از تک تک پست‌های شبکه‌های اجتماعی بیشتر ایران، از سخنانی که خانواده‌هاشون درباره‌شون میگن، دید، آموخ، یاد گرفت و دریافت که ایرانگرایی هم میهن‌پرستی است، ولی فقط اون نیست، هم گرایش به هویت ملی و منافع ملی است، ولی فقط اون نیست، بلکه بیش از آن چیزی که یک مکتب سیاسی یا فضیلت اخلاقی فقط باشه، مجموعه از ویژگی هایی است که میتونه یه ملت رو کمک بکنه که جایگاهی که از دست داده رو باز یابه و بکوشه که به میهن به چشم واقعا خانه بزرگتر نگاه کنه و به هم میهنش به چشم اعضای خانواده بزرگتر. کوشش ما این است که ایرانگرایی رو از قالب گرایش فرهنگی، از قالب یه تمایل اجتماعی تبدیلش کنیم به یه نیروی سیاسی. اگر تبدیل به نیروی سیاسی بشه، ما بزرگترین اهرم نیرو رو داریم برای پس گرفتن کشور، حفظ کشور و ساخت کشور. سپاسگزارم از توجهتون.